تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در سراسر جهان باعث بروز بحران‌های بسیاری شده. خب نارضایتی‌ها و اعتراض‌هایی رو هم در سراسر جهان در پی داشته، اما کیس خاصی که ما در ایران شاهدش بودیم اینه که این خشکسالی و این بی‌آبی رو به شدت سیاسی کردن. البته در آینده‌ای که پیش روی بشر هست با این وضعی که داره پیش میره به سمت جلو، قطعا از مهمترین جنگ‌های سیاسی بین دولت‌ها مسئله آب خواهد بود و چیز عجیبی نیست. اما اینکه مسئله آب به موضوع جنگ میان مردم و حاکمیت تبدیل بشه، این خودش یکی از نمادها و نشانه های پروپاگاندا و تبلیغات برای فریب اذهان عمومیه. من یادم میاد سال 96 97 بحث دریاچه ارومیه در صدر خبرها بود. سال مثلا 98 خوندم که آقای کلانتری از مقامات دولت آقای روحانی، ایشون گفته بود که ما باید از مشاوره دولت ترکیه استفاده بکنیم برای حل مشکل دریاچه ارومیه، و اونها موفق بودند چون دریاچه وان در فاصله بسیار نزدیک نسبت به دریاچه ارومیه قرار داره و دریاچه وان رو ترک‌ها خوب تونستن مدیریت بکنند و تحت تأثیر مسائل اقلیمی دریاچه وان نخشکیده. سال 98 فکر کنم همون مهر ماه یا همین حدود بود آقای کلانتری چنین چیزی گفت توی مصاحبه، و توی اخبار و فضای مجازی هنگامی که درباره مسئله و مشکل دریاچه ارومیه به عنوان یک خشکی اقلیمی و مسئله‌ای که کل دنیا باهاش مواجه هست اسم برده میشد، بلافاصله می اومدن می گفتن آره اگه اینطوره دریاچه وان که در فاصله کمی از دریاچه ارومیه قرار داره چرا اونجا خشک نشده و دریاچه ارومیه خشکیده. تا اینکه همین جمعه 8 مرداد 1400 همین دو سه روز پیش 8 مرداد 1400 صبح جمعه بود فکر کنم، خب من به خاطر اینکه ارتباط شناس هستم، کامیونیکیتولوژیست هستم و اخبار، رسانه ها، تصاویر، عکس ها مربوط به مسائل جغرافیایی و عوارض طبیعی کره زمین هم توی حیطه کاری من هست، معمولا عکس ها و تصاویری که ایستگاه فضایی بین المللی International Space Station مخابره میکنه از زمین به شکل زنده و توی همین سایت یوتیوب هم پخش زندهش همین الان هم هست به شکل زنده، هر 90 دقیقه یک بار داره دور کره زمین میچرخه و شما میتونید به شکل زنده مشاهده کنید، یعنی چیز محرمانه ای هم نیست. هر چند مدت یک بار اونو چک میکنم، نگاه میکنم، تا اینکه همین صبح جمعه ایستگاه بین المللی فضایی از بالای دریاچه ارومیه و همون مرز ترکیه و ایران عبور کرد
فکر میکنید من اونجا چی دیدم؟ حدس بزنید. ببینید، اسکرین‌شات گرفتم از اون لحظه‌ای که داشت از بالای مرز ایران و ترکیه عبور میکرد و دریاچه ارومیه و دریاچه وان ترکیه در یک کادر قرار گرفتن. ببینید این تصویر رو. اسکرین‌شاتیه که خودم از صفحه تصویر یوتیوب گرفتم، پخش زنده ایستگاه بین المللی فضایی که رله شده روی پخش زنده در سایت یوتیوب. متشکرم. در اون لحظه به شکل مشهود و واضح دیدم که دریاچه ارومیه پر آبه و دریاچه وان ترکیه خشکیده. همین دو سه روز پیش، جمعه 8 مرداد 1400. یعنی هیچ کدوم از رسانه‌های داخلی، هیچ کدوم از رسانه‌های داخلی این رو پوشش ندادن. همون رسانه‌هایی که گوش فلک رو کر کرده بودن که آی دریاچه وان ترکیه پر از آبه ولی دریاچه ارومیه ایران خشکیده، الان که دریاچه وان ترکیه خشکیده و دریاچه ارومیه پر آبه، به هیچ وجه هیچ تمرکز و هیچ اطلاع رسانی نسبت به این موضوع ندارن. من باید به شکل زنده از ایستگاه بین المللی فضایی پخش زندهش این رو مشاهده کنم. در مدیای فارسی اصلا هیچ خبری نسبت به خوش شدن دریاچه وان و پر آب بودن دریاچه ارومیه در این روزها منتشر نمیشه. همه تمرکزها روی خشکسالی در خوزستان، خوش شدن هورالعظیم، بی‌آبی در سیستان و بلوچستان. چرا؟ ما با یک سری رسانه‌های رانتی مواجه هستیم، رسانه‌هایی که میخوان ذهن و فکر مردم ما رو بشورن. ببینید، رسانه‌ها به هر حال همواره در خلاف اون چیزی که توی کتاب‌های قصه یا همین شعارها گفته میشه، رسانه‌ها برای اطلاع رسانی آزاد و آگاهی مردم، نه رسانه‌ها به اون سازمان یا اون اسپانسر یا اون کسی که خرجشون رو میده گرایش دارن. مسائل رو به نفع اون کسی که خرجشون رو میده تفسیر میکنن. قبلا هم مثال زدم و گفتم اخبار، آگاهی ها، اطلاعات مانند یه سفره‌ای که پهنه برای همه ابناء بشر. رسانه ها فرقی نمیکنه کدوم رسانه، چه شبکه 2 باشه، چه شبکه فقط من نه تو باشه، چه شبکه 4 باشه، چه شبکه ماهواره‌ای سعودی انتراشغال باشه، چه برنامه 23 باشه، چه اخبار 23 باشه، چه اخبار BBC باشه. ذات رسانه همینه، چه داخلی چه خارجی. به تو اجازه نمیده که خودت لقمه برداری مطابق سلیقه خودت. میشینه کنار دستت و میگه تو لقمه بر نذار، بذار من برات لقمه میگیرم میذارم دهنت. ذات رسانه همینه، کار رسانه همینه. شدت و حدتش توی رسانه‌های مختلف فرق میکنه، شدت و حدتش و نوع سازماندهی و برنامه ریزی. مثلا او رسانه خارجی خب معلومه با آسیاب دشمن میریزه، رسانه داخلی در راستای برنامه ها و مسیری که حکومت و دولت برای اداره کشور در نظر داره
این کار رو انجام میده، لقمه میگیرن میذارن دهنتون و این سبب میشه که مخاطب تنبل بار بیاد، یعنی افراد انسان ذهنش تنبل بار بیاد و بگی خب واسه من لقمه میگیرن، مثلا این بچهای لوس و نونور که پسره مثلا 15 سالشه ولی مادرش نشسته کنارش براش لقمه میگیره، قربون صدقهش هم میره، اون همون لقمه رو میگیره میذاره دهنش و هیچ فکر نمیکنه که آقا یه بار خودم با دست خودم از این سفره لقمه بگیرم و خودم یک لقمه‌ای برای خودم بپیچم. عادت کرده. یعنی اغلب مردم همینطوری هستند. اغلب توده های مردم همین شکلی هستند. عادت کردن که به جای خودشون اجازه بدند ارباب رسانه ها، افکار رسانه، اون سازمان دهندگان رسانه ها به جاشون فکر کنند و خودشون صرفا مصرف کننده باشن. حالا اگه خودشون گرایش های ضد حکومت داشته باشن میرن یه لقمه گیری رو انتخاب میکنن که ضد حکومت حرف میزنه و اگر گرایش به سمت حکومت داشته باشن میرن یک لقمه گیری رو انتخاب میکنن که به نفع حکومت لقمه میگیره. به هر حال خودشون فکر کردن رو تعطیل میکنن، خودشون دوست ندارن مستقل برای خودشون لقمه بگیرن، وقتشو ندارن، حوصله‌اش رو ندارن. طرف حاضر یک تن بار رو در بر دوش خودش حمل بکنه ولی یه ورق کتاب و کاغذ مطالعه نکنه. این مصیبت بشره. علی ای حال ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یه سری رسانه‌های داخلی صرفاً به خاطر اینکه به منویات سیاسی خودشون برسن، با وجود اینکه از پول همین مردم میان خبر و مدیای رسانه‌ای تولید میکنن، اما هیچ علاقه و هیچ گرایشی نسبت به این ندارن که ذهن مردم را آگاه کنن که آقا الان دریاچه وان ترکیه خشکیده و دریاچه ارومیه آب داره. نگاه کنید تو این تصویری که مشاهده میکنید، دریاچه ارومیه رو با کادر آبی رنگ مشخص کردم و دریاچه وان محل سابقه در حقیقت دریاچه وان داخل اون دایره قرمز قرار داره و اون داخل کادر زرد اون چیزی که مشاهده میکنید سرریز شده آب دریاچه وان هست، نه خود دریاچه وان. خود دریاچه وان خشکیده و کفش ترک برداشته و سابقهش هم به الان بر نمیگرده، قبلا هم همین طور بوده. ولی من تعجب میکنم که آقای کلانتری که مثلا میفرمایند که باید از تجربه ترکیه برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه وان استفاده بکنیم، آقای کلانتری چطور تحقیق نکرده بوده که این دریاچه وان قبلا هم سابقه خشک شدن داشته؟ به شکل فصلی اصلا خشک میشه دریاچه وان تازگی ها، به شکل فصلی تازگی ها خشک میشه در سالهای اخیر. این عکسی که میبینید تصویر دریاچه وان در مهر ماه سال 97 و آقای کلانتری در سال 98 میاد میگه که باید از تجربه ترکیه در جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه استفاده کنیم چون دریاچه وان رو از خشک شدن نجات دادن، در حالی که این تصویر متعلق به یک سال قبله. ببینید کف دریاچه کاملا ترک ترکی شده، اصلا خشکیده. یه شخصی هم رفته اونجا دراز کشیده برای اثبات این نکته که واقعا کف دریاچه وان واقعا خشکه و هیچ آبی درش وجود نداره و تصویر این عکس فتوشاپ نیست، واقعا تصویر خوش شده دریاچه وانه. یعنی خود اون فعالان محیط زیست در ترکیه هم معترضن به این مسئله. یعنی واقعا مسئله صرفا مسئله ترکیه یا ایران نیست، اقلیم جهانی در حال تجربه یک خوشسالیه. الان من تصاویر پخش زنده ایستگاه فضایی رو که به شکل اوربیتال دور کره زمین میچرخه هر حدود هر 90 دقیقه یک بار مرور میکنم، کاملا شاهد انبوه حضور ابرها در نواحی اقیانوسی هستم، آبهای آزاد.
و در مناطقی که خشکی وجود داره، در مناطقی که قاره ها هستن، یعنی به شکل جهانی اینو شاهدم، چه اروپاش، چه آفریقاش، چه آسیاش، چه آمریکای جنوبی، چه آمریکای شمالی. این یک چیزیه که عمومیت داره در سراسر کره زمین که متاسفانه به دلیل تولید گازهای گلخانه‌ای در کره زمین، تجمع ابرها در نواحی اقیانوسیه و اون سنگینی گازهای گلخانه‌ای تولید شده بالای کره زمین ایجاد یک سدی رو کرده که اجازه اون همرفتی، اجازه اون گردش بادها رو در سطح کره زمین و مابین خشکی قاره ها رو نمیده و اون تبخیر آبهای اقیانوس که به شکل ابر بالای اقیانوس ها جمع شدن و طبعا باید حرکت کنن و بیان به سمت خشکی کره زمین در اثر وزش بادها، این وزش بادها به دلیل وجود گازهای سنگین گلخانه‌ای و هوای هم وارونگی هوا و مسائلی از این دست باعث شده که این گردش طبیعی بادها به هم بخوره، سیستمش دچار یک نوع به قول معروف فشل شدن در مکانیزم گردش بادها در سطح کره زمین بشه و همین سبب میشه که ما بارندگی های کمتری رو در سطح کره زمین شاهد باشیم. بله، مناطقی که الان مثلا حالت کوهستانی داره و مناطقی که حالت رشته کوه ها اونجا میتونند ابرها رو سید بکنند، بله اونجا به هر حال ما تجمع ابرها رو به شکلی محدود شاهد هستیم، ولی در حالت کلی اون انبوهی حضور ابرها در مناطق خشک قاره‌ای، در خشکی‌های کره زمین در تمام قاره‌ها، اون انبوهی کاهش پیدا کرده. این کاهش انبوهی رو قرار بدید در کنار گرم شدن کره زمین، می‌بینید که اصلا روند حرکت جهانی به سوی خشکی و خشک شدن و خشکسالی و تغییرات اقلیمی در نواحی خاصی از کره زمین که در اونجا تمدن‌ها به شکل قدیمی شکل گرفته، از جمله همین فلات ایران، از جمله همون ترکیه و و جاهای دیگه کره زمین، ما شاهد هستیم که این خشکی در نواحی اقلیمی گسترش پیدا کرده و دولت‌ها دچار این بحران‌ها میشن.